سخنان تازه ذبیح الله مجاهد پیرامون حکومت پاکستان، سخنگوی مرکزی گروه تا میگوید که حکومت پاکستان اسلامی نیست. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید. 11 دسامبر و 20 قوس 1400 هجری شمسی است. سخنگوی مرکزی و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت گروه تا در اظهارات دولت پاکستان را غیر اسلامی خوانده است. به گزارش اسپوتنیک و به قول از فارس، یک مقام ارشد گروه تا ضمن انتقاد از دولت پاکستان و اسلامی نبودن نظام سیاسی در این کشور، از کشورهای سازمان همکاری های اسلامی خواست است در نشست اسلام آباد دولت موقت این گروه را بر رسمیت بشناسد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست گروه تا، روز جمعه 19 قوس در گفتگو با عرب نیوز ضمن استقبال از نشست سازمان همکاری های اسلامی که در مورد افغانستان در اسلام آباد برگزار می شود، گفته است که گروه تا خواهان روابط خوب با کشورهای عضو این سازمان هستند. آقای مجاهد از اعضای این سازمان خواسته است که از حکومت سرپرست این گروه حمایت کند و آنان را به رسمیت بشناسد. پای به این رسانه گفته است که ما برادران آنها هستیم و آنها باید از ما حمایت کنند و دولت افغانستان را به رسمیت بشناسد. ما به شناسایی حمایت و همکاری آنها نیاز داریم. ذبیح الله مجاهد در حال خواهان به رسمیت شناختن حکومت سرپرست گروهشان از سوی کشورهای عضو سازمان همکارهای اسلامی شده است که به تازگی سازمان ملل متحد قطعنامه را به تصویب رسانده است که بر اساس آن روند به رسمیت شناختن این گروه به تعویق می‌افتد. وی پیش از این نیز در یک نشست خبری گفته بود که پاکستان بارها در بسیاری از زمینه‌ها وعده‌های همکاری داده است، اما به وعده‌های خود عمل نمی‌کند. گروه تا در 15 آگوست سال جاری کنترل کابل را به دست گرفتند. از آن زمان تا اکنون بارها تلاش کردند که حمایت جامعه جهانی را با خودش داشته باشد، اما این تلاش ها تا به حال موفق نبودند. دلیل آن نیز از سوی جامعه جهانی واضح است. حکومت شما تقاومی و انحصاری است و به زور قدرت را به دست گرفتند. جامعه جهانی از آنان خواسته است که حکومت همشمول بسازد تا زمینه به رسمیت شناختنشان از سوی جهان فراهم شود. این گروه اما بارها گفته است که حکومتشان همه شمول است و فراگیر. آنان گفتند که ما همه شرایط را پوره کردیم، اما جهانیان نمیدانیم به چه دلیل ما را به رسمیت نمیشناسد. جامعه جهانی اما معتقد است که گروه تا شرایطشان را عملی نکردند. از این رو از به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت آنان خودداری کردند. مهمترین شرط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این حکومت رعایت حقوق بشر، تامین امنیت، تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق زنان بوده است. زنان ما در افغانستان تقریبا می شود گفت زندانی است. حق کار کردن را ندارند و نمی توانند حتی به دل خودشان لباس بپوشند. دروازه دانشگاه ها و مکاتب برای دختران هنوز هم بسته است. حکومت فراگیر ما هنوز شکل نگرفته است. 99.99% اعضای حکومت این گروه از یک قوم و یک جریان خاص است. مسئله ای که برای جهانیان قابل قبول نبوده، این که در آینده با آنان تعامل خواهند کرد یا نه، زمان پاسخ خواهد داد.